صدها خانواده در یک ولسوالی محروم ولایت کندز با بی آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کردند. مسئولان کمیته سویدن در ولایت کندز میگویند که آنان یک شبکه آبرسانی را به هزینه بیش از 9 میلیون افغانی در ولسوالی چاردره ولایت کندز اعمار کردند که با استقبال از این پروژه بیش از 500 خانواده در چند روستای این ولسوالی با آبی آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کردند. به گفته انجینیر فیض الله ویدا، مسئول کمیته سویدن، طول این شبکه 11 کیلومتر بوده که با حفره چای همی، قمار ذخیره آب، نصب سیستم سولر و دیگر تأسیسات توانستند برای بیش از 500 خانواده آب آشامیدنی صحی را فراهم سازند. این پروژه توسط دفتر کمیته سویدن تطبیق گردیده که طول مجموعی پروژه 11.72 کیلومتر است و برزش 9,212,000 افغانی تطبیق و تکمیل گردیده و در مجموع 3,700 نفر از آب آشامیدنی صحی مستفید میشن که قبلا مردم به مشکلات آب آشامیدنی دسترسی با آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشتن و فعلا مشکلشان مرفوع شده و از آب آشامیدنی صحی مستفید شدن. در عین حال باشندگان این روستاها از دسترسی به آب صحی استقبال کرده گفتند که قبلا برای آوردن آب آشامیدنی از راه های دور آب آشامیدنی را به خانه هایشان انتقال می دادند، اما حال مشکلات آنها برطرف شده است. در منان سویدن کمیته نه مونږ نه دا سلور کاری نه هغه راته جوړ کړه او په مشکل را حل کو او مونږ مخکې اوبه نه درلودلې او د دې نار اوبو دغه استفاده کول اوس ډېره مې اپای جوی هاوس چای به سرپوش از همین چیزا استفاده میکردم، نسبه خصوصا اطفال طبقه اوناس امراض گوناگون مبتلا بود، بسیارش اسهال و کولرا و دای مرزا گرفتار بودن چون آب صحیح نداشتیم. گفتنی است که پیش از این نیز کمیته سویدن برای افغانستان چندین پروژه انکشافی دیگر به شمول اعمار کانال‌های آبیاری، دیوارهای استنادی و تأسیسات زراعتی را در این ولایت اعمار کرده است. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندز.